الان ما خودم متولد ایرانم، پاسپورت اقامتی رو هم داریم، گواهی نامه، همه چی از لحاظ ایران همه چیزمون تکمیله. افغانستان هم اصلا ندیدم، فقط افغانی هستیم. از اول محرم من اقدام کردم، یعنی از اول مهر برای کربلا به هر نهادی که بود، یعنی فکرشو بکنید، از دفتر کفالت تا سفارت افغانستان و سفارت ایران و اداره گذرنامه و هر جایی که شما بگید من رفتم. از دیروز اعلام کردن که افغانستان سفیرش اومده گفته فقط پاسپورتی که کامپیوتری باشه. الان من سوالم اینه، پاسپورتی که 3-4 ماه بیشتر نیومده تو طرحش اومده که باید مثلا الکترونیکی بشه، من چجوری من برم اینو یک سالشو بگیرم و این همه جمعیت چجوری؟ الان فقط میگم آقا امام حسین، خب ما که تروریست نیستیم، ما مدارک شناسایی داریم، ما تو ایران داریم زندگی میکنیم، کد رهگیری، نمیدونم قولنامه، همه چیزمون مشخصه. خب حداقل بذارید ما بریم دستمون به ذریع امام حسین برسه، ما که گناه نکردیم رو پاسپورتمون نوشتن افغانی. این اسمه یعنی چی؟ فقط به خاطر این اسم از همه چیز محرومیم، از همه چیز. بیمه نیست، من از صبح میرم ساعت 6 کار میکنم تا 6 غروب، چون افغانی هم روزایی که بیمه میاد در کارگاه رو قفل میکنم، میگن نباید معلوم بشین شما افغانی. بعد اون پولی هم که جمع میکنم سال به سال میرزم تو شکم سفارت ها. دخترم میره مدرسه، جزء تیسوشان شده بود، بعد قرعه بهش مثل در اومده بود که بره آموزش پرورش امتحان بده. اومد خونه گفت مامان افغانی یعنی چی؟ گفتم چی شده؟ گفت معلمم میگه چون تو افغانی نمیتونی شرکت کنی. که خسته شدم. ما نظر داشتیم آقا، پسر 7 سالم یه پرچم امام حسین خریده، مکبر مسجده، میگه میخوام ببرم اونجا. من جواب حادی نمیشم چی بدم؟